ده تومن هم من رو دست دیگه بانکو بزن اینجا. ایش نترسی برو واس خودت. ارشاد خانوم برو شوارتا پای قمار بلندش کن، الان رندون همه پولاشو میبرن. بشیر خان تو رو خدا نظر پولاش اینجوری از بین ببره، من که چارش نمی کنم. بانک دار داره 800 تومانه بخونه باشد. یک کارت لطفا، یک عدد کارت بدید و عبارت سقران. کارت 100 تومانه، سقران چه چیزی؟ خب من که همین گفت بدید کن باشد. صداش کن بیاد اینجا. من همین یه مایم نکنم در اینجا باختم، شما چه میگویید؟ تو سر برم سر میشه کنم، یعنی که تو چه اعتراضی داری؟ من پیهای اگر شما اینجا لازم هست، من پیهای اگر برای باشو عزیزم بس. آقا جان خاطر افسوس که یادم باشه که افسوس که من مانع شدم. من که مانع شدی که من باری که من بایلو تمام سیمهای شده بخت نویم که من میبردم پولاتو بردم قربونت گردم با مبلغ ناچیز که نمیشود قمار کرد. ممکن است مجدداً تقاضای مبلغی در حدودات 50 تومان بکنم؟ تقاضا بی تقاضا صندوق بس است. دست خوش بمیگن کات سرواد جلیقه. خب با اجازه مرخص میشویم و به اتفاق اشرت خانم به منزل مراجعت مینماییم. امیدی نیست؟ باشه شما ها بری خونه تا من بیام. دیگه دیر و زودش با خداست، چون میرم اسکله خاربار و کشتیه رو که امشب راهی خارجه میشه تغییر بدم. موفق باشی، چپ بخیر، سایه عالی کم نشه. قربان لیدی. خداحافظ جونم. آهای تاکسی جان بهم میگن 21 اصله. خب رفقا واسه امشب ما رو بس. امری نیست؟ خیال دست کشیدن داری؟ نه بخش. با اجازه دوستان. ابا کجا تازی که اول شبه؟ آب دیگه عشقش کشیده زود بره، زور که نیست به کم قانه هست. بیا اینم دست خوشت و سیبیر. هم نگه داره داقا همین. خدا نگه داره همیگی. رو شانس بود همه رو نقره داغ کرد و رفت، غلط نکرده باشم 10-12 تومنی بود. آه از اون 10-12 تومن 9 تومنش مال شما بود خادر خان. ساک خور پری جون، پاشو بریم برسیم به کار زندگیمون. پاشو نیست که امشب رو بعد آوردی قادر جون. این خیالش فردا شب هم شب خدا هست، همیشه مازیمون. این وقت شبه تاکسی ها کجا گیر بیاریم؟ یا این هم انا آمه بار باشه من کسو کارش خبر دادی؟ بله. حالش چطوره خانم؟ الان آقای دکتر میان بیرون، خودشون براتون توضیح میدن. متشکرم. خدایا تو خود جای حق نشستی. حس
سلام خانم. سلام جونم، چه فرمایشی داری؟ شوهر من تصادف کرده، خبر دادن آوردنش اونجا. بله درسته، الان تو اتاق عمله، با ماشین اون آقا تصادف کرده. چند دقیقه منتظر باشید. بیا. حالش چطوره سرکار؟ شما؟ من پدرشم، اینم عیالشه. منتظر خبر دکتره. دوست برود بیاد ای حارس مسلک. من فقط همون یه دونه پسر رو دارم، نوناور من و زن و بچه. پدر ببین آخه من که تو هنوز دهنت بوی گند میده، میمردی اگه تا خرخره عرق نمیخوردی. مست میکنین و پشت ماشین میشینین و با جون مردم بازی میکنین. من مست نیستم، دفعه اولم هم نیست که پشت فرمون میشینم. خدا شاهد اون خودشو پرت کرد جلو ماشین. اون دهن کثیف و نجست اسم خدا رو نبر، بی انصاف. خدا دیوونه تو بکنه مرد. سلام آقای دکتر. سلام آقا. به هوش اومد آقای دکتر. متاسفم، گویا همون وقت تصادف سرش به شدت به چیزی خورده و در اثر خونریزی مغزی تموم شد. قاتل خونی میکشم خواهد زایی خودم. آروم باشین آقا، بیان شنان خواهش میکنم. دلم کنید آقا، قانون رسیدگی میکنم. آروم باشین، خواهش میکنم بیان کنار. بسرین دستی خودم کشتی. خدایا کمکم، موزی کمرم شکست، داغ حبیب به دلم مورد. امو چون بدبخت و روزگار سیاه شدیم. الهی مرد خیر از جوونیت نبینی، الهی داغ عزیزونت به دلت بشینه. امیدوارم همونطوری که من داغدار کردی خدا داغ. بسوزی مثل من، الهی دامانه بگیر آه من. نخوردم دیوونه که دنیا بدونه، شنیدی فردا رو خدا بندی دونه با. نخوردم دیوونه که دنیا زندونه، چه دیدی فردا رو خدا بندی دونه با. دنیا بدونه چه دیدی فردا رو خدا بندی دونه با. خدایا کاری کن بدی ها کم باشه، نما فندون باشه، دلا بیگم باشه. الهی دیدشنم به سوزی مثل من، الهی دامانه بگیر آه من. نخوردم دیوونه که دنیا بدونه،
خداوند میدونه ما. ماشالله کمر که نیست. سلام. سلام ودی جون، حالت چطوره؟ چه حالی، چه احوالی قدسی خانم جون؟ دیگه چی شده؟ هرچی میگردم کار پیدا نمی کنم، وضعمون داره روز به روز بدتر میشه. دیگه چیزی واسم نمونده که بفروشم. 50 سنت خدا به فریادت برسه. صبر داشته باش جونم، انشالله درست میشه. خانم جون تموم شد، چهارشنبه تشریف بیارین برای پروف. چهارشنبه حاضر میشه خودتی خانم؟ انشالله اگه پنجشنبه نشد شنبه دیگه حتما حاضر باشه. خیلی خدا ببخشون. خدا به سلامت، مرحمتون زیاد، خوش اومدین. شما نتونستین کاری واسم پیدا کنیم؟ هنوز به دو سه نفر سپردم، ببینم چی میشه. قصه نخور جونم، خدا بزرگه. بادی جون، چرا نمیشینی؟ قدسی خانم، تو حالا چقدر ازت پول گرفتم؟ والا انگار 100 تومن. دارین 100 تومن دیگم به هم بدین؟ آخه بادی جون، بدین. حلقه عروسی ما پیشت گرو میذارم. مگه این آخه سرتش چقدر میارزی؟ اون خود بیا مرزدی 20-30 تومن واسه هم خریده بود. هر وقت پولتو لازم داشتی، اگه نداشتم بهت پس بدم، بفروشش. بیا جونه. آقا بزرگ جونه، من چی کار میتونم بکنم؟ میخوایم برم براتون دوا بخرم؟ نه جونم، فکرشو نکن، خودش خوبش. مامان سلام. سلام، چرا دیر کردی؟ بچه گشنش. الان واسش نیمرو درست میکنم، بیا دوا تو بگیر. دست درد نکنه. چی خریدی مامان؟ مامان اگه گفتی واسه چی خریدم، شاه فرنگی، ماشینی که اون روز دلت میخواست بالاخره واسه خریدم. کار پیدا کردی؟ هنوز نه. پس پول از کجا آوردی؟ خدا رسونده. بیا. چی؟ چرا مادت برده؟ اونو فروختی؟ چیو؟ حلقه یه دست تو که میگفتی بابام واسه خریده بود. نه جونم، نفروختمش، گرو گذاشتم. راستی تو گشنته؟ نه، الان به صد نیمرو درست میکنه. شکرت. سربر ارجمندم، سلام عرض شد. سلام علیکم، جای کاتر خودمون. قربونت برم، برگ سبزی تو باید درمیش. به به، گل باشی، قربون مرامت. دست درد نکنه. جمعی اعضای بدن سرکار درد نکند. بسیار مشعوفم که میبینم از وجود عزیزتون رفع اتهام شده و پس از سفری شدن زمستان روسیاهی برای زغل مونده است. میدونی آی کاتر، من از حساب ما رو به قید کفیل آزاد کردم. بهش ثابت شد که ما قتل عمد نکردیم، تصادف بوده. دادگاه 2 ماه دیگه است. بسیار متاسفم که میبینم هنوز وجود عزیزتون در مزان اتهام هست و زمستان هنوز بس. آقای کاتب، جلو خودت بیکی. هنو که ماشاءالله مثل شخصیر سکسکه میکنی. بگو ببینیم تازه چه خبر. الحمدلله سلامتی برقرار است. من الان یک کم کار دارم، باید برم یه جایی سر بزنم. سلام منو به عیالت برسون. این دست گلم واسش ببر. دست شما درد بگیر. بگو بعد از ظهر میام خونه. برو شما. حتما. تاکسی. سی. اینقدر ریپ نزن. کوچولو چشای من وازه. تقصیر توه که چشاتو بستی و داری لیلی میکنی. بهتر نیست به جای بازی گوشی بریم مدرسه. مدرسه؟ حواستون کجاست آقا؟ امروز جمعه است. تو خیلی بچه خوبی هستی، ازت خوشم اومد. تو میدونی منزل حبیب آقا کجا؟
من خودم پسر حبیب آقا هستم. بابامو کشتنش زیر چرخای ماشین کشتنش. منو با خودت میبری خونتون؟ آره. مامانه دوام نمی کنه؟ نه. بریم. خونمون همینجاست. همینجاست؟ که خوب راه نزدیک شد. یا الله. بیا تو دیگه. انگو کسی نیست؟ نه. تو خونه تنهایی؟ آره. تنهایی نمیترسی؟ نه. یادم رفت بگم. مامانم آقا بزرگم رو برده در نگاه. آها. الان دیگه پیداشون میشه. خیلی وقت رفتم. میای تو بازی؟ باشه من حاضرم. اینجوری که نمیشه. کتتو در بیار. کتمو؟ خیلی خوب. اینم کت. تو ببینم. چی؟ باه! رفت تو دروازه. بیا. بذار ببینم. چه بام بودی آزاد شدی از خدا بیخبر؟ ببین چطوری خون جوون منو پامال کردی؟ با چه کلکی آزاد شدی؟ من موقتی آزاد شدم، به غیر کفیل، تا وقتی که دادگاه شروع بشه. اگه دادگاه دادگاه باشه با خدا خدا حقشه که دارست بزنم. چرا؟ چرا خواهر؟ من که از قصد شوهرتو زیر ماشین نکردم. یه پیش اومد بود، تقدیر بود، چه میدونم، شاید میخواست خودکشی بکنه. من گناهی ندارم. چه گناهی بالاتر از این ناجوون مرد؟ خونشو ریختی و خونمونشو به باد دادی. پدر جون، این حرفا کدومه؟ آره، خونشو به ناحق ریختی. بعد از اون پدر داغ دیدش کنج رخت خواب افتاده و دیگه نمیتونه کمر راست بکنه. یتیمش روزی یه وعده غذای سیر گیرش نمیاد. منم که بیوشم، صبح تو شب سگدو میزنم، دنبال سنر سشی، بلکه شکم بچم رو سیر کنم و یه قاشق دوا به حلق این پیر مرد بیچاره بریزم. پس چی آیدتون میشه اگه منو دار بزنن یا حبس ابد واسم ببرن؟ شما مردتون، نوناورتون رو دست دادین، اقلن بیان رضایت بدین تا من... رضایت؟ تا من آزاد بشم و بتونم عوض نوناورتون بهتون کمک بکنم. دیگه چی؟ رضایت بدین؟ این آرزو رو به گور میبری که ما رضایت بدیم. نه من پول خونه بچم از گلون پایین میره، نه زن و بچهش. برو گم شو. خدا اون روز نیاره که با پول آدم کش از خدا بی خبری مثل تو شکم ما سیر بشه. یالا برو بذار به درد خودمون بمیریم. زود باش پا تو از تو این حیات بذار. کربلای جوش نزن. کربلای اجازه بدین من. نه یا جلو به من دست نزن. گوره تو از اینجا گم کن. بریم تو. برو گم شو. گم شو. خب رفیق، خداحافظ. بفرمایید، منزل خودتان است. بفرمایید. چی خبر شده؟ ایبا چرا با حیوان داری کلنجار میری؟ اشرت خانم جان، بیا که این حیوان... من که به تو آزاری نستم. برگرد پاشی من میشه آخر. برگرد. چرا آزار میرسانی؟
ایال مهربانم کمک کن که این طرفای لجوج مرا از نفس انداخته گویا قریبی می... برو در را باز کن بکرانم بشیر خان آمدن گردش براست کن تا جریمه نشدی بی پس آخرت آمدش سلام بشیر خان سلام اشتاد خانوم حال احوال خیلی ممنون آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا بی وفا حالا که من اوستادم از پاش چرا چه میکنی؟ استعا دارم تعمل بفرمایید که زبه گوستان پیش پای شما ضروری است خواهش دارم تعمل قاتب من از این کار خوشم نمیاد ولش کن حیوان زمون بسر رو نفرمایید نفرمایید سلامتی وجود ارجمندتان زبه گوستان واجب است آرام بشیر خان قدیم گوست رو کنید الان کارش رو تمام گفتم بلش کن بله آمد کاردو بیمانی این با چی این را بکشم با مسقل که نمیشه بعد یارو مرغ پخته رو نمیتونه سر بکنه میخواد گوسفند واسه من سر ببره این کارا چیه که میکنی؟ مگه خود شدی؟ پس قصاب بگو بیاید مرا بکشد بکشون تمام آروم بیارش پایین آروم وقتی خلوت شد جنسا رو بسن بیرون یه راست بیاد خوبه پری خیلی خواه اون تا منتظر اصلا باش سلام سلام پری جون چه خبر شده حرف بزن حالت خوب عزیزم دلم خیلی وسط تنگ شده بیا بریم خونه جریان مفصل برام بگو برا کنار اگه برا کنار زمان برای تو آقای بفرمایی کنار اقبتر اقبتر همونجا خوبه نگرش دار خوبه ببخشی عبدالله رو کجا میتونم ببینم شقا؟ عبدالله همینجا هست به نظرم اونجا رو جره سقیل داره کنم خیلی ممنون آروم 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 بیاش کنیم خوبه 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 آروم خوب نگرش کن نگرش کن فرمایشی بود شما عبدالله هستی بله خودم هم ممکنه چند دقیقه موضوع بفرمای خواهش میکنم ببخشی نام چی دیزی؟ بفرمایت همینجا خیلی ممنون میبخشین که وقتتون رو میگیرم یه سوالی داشتم عبدالله خان بفرمایید گوشم با شما خدا گوشتون رو حفظ کنه شما حبیب رو میشناختید کدوم حبیب؟ همون که قبل از شما روی جرثقیل کار میکرد آره خدا رحمتش کنه نور به قبرش بباره حالا شناختم خوب کاری نشردی اون آدم بیازاری بود سرش همیشه تو لاک خودش بود من نکشتمش خودشو پارک کرد زیر ماشینا توقع داری حرفتو باور کنم مدلمون نیستی که واجب باشه یه جوری خانهت بکنم چهار کلم بگو آخر سریا تو چه برزخی بود چه خیال خودکشی داشت از چی عذاب میکشی؟ از کارش، از زندگیش، از زن و بچهش آخه یه مرد تا درد بیدرمانی نداشته باشه که خودشو سر به نیست نمیکنه این انصاف نیست قتل کردی مرد باشو پاش وایسا چرا میخوای برای بیگناهی خودت دیگرون رو به لجن بکشی اون از کار و زندگیش خیلی هم راضی بود تا حالا پشت سر زن و بچه‌ش هم حرفی نزدن حالا از قسم خدا به ترس مرد خیلی پرسجو کردم معلوم شد بازپرس تصادف و یه تصادف عادی نوشته خدا عمرتون بده یکی مثل شما میشه یکی هم مثل اون از خدا بی خبر بعد مستی میکنه و میزنه خون جوون مردم رو میریزه بفرمی دستتون درد نکنه آبجی امیدوارم که غم آخرتون باشه آخه خامتون شیر
انشالله که خورا ازش نگذره. به هر حال هرچی باشه ما با شما هم ولایتی هستیم و بچه محل. باور کنین همیشه هوای اون مرحومو داشتم. تفرق آزارش به مورچه هم نمیرسید. خدا همیشه آدمای خوبی مثل شما رو حفظ کنه. یه وقت گول زبون چرب و نرمونو نخورینا. واسه رضایت گرفتن پاشنه در خونت رو بر میداره و هزار جور وعده وعید میده. این چه حرفیه؟ مگه میتونم به قاتل خونی شوهرم رضایت بدم؟ یه دفعه اومد اینجا جوابش کرد. خلاصه هر وقت دیدیم بهتون میخواد زور بگه خودتون رو تنها ندونیم، ما در خدمتتون هستیم. خدا از برادری کمتون نکنیم. ایشالله یک در دون همه که دو تا چای بذاریم. هر روزا یکی جلیب پندن تو کنی من از این هیستی رفتی میبر و پرسشی کردی بیدیم یارو رفتی تو پیرون دو کنگا کرد یارو تو اونجا زندگی داشتی برای بچه ها مجبه خاربرش هم خیلی سکر درست درمان جنس های خواهد آمان بودن میتاشی خواهد میر آمان جنس های بودن 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 آمان جنس خدا از چه همه چی؟ بله چی؟ بفرم همه چی؟ بله تو این خدا بیامرز حبیبو میشناختی؟ بله میشناختمش. دور از جون شما اون مرحوم آدم نازنینی بود. کیت شد قوه چی؟ بله قادر خان قوازه به افسرانت باش با بد کسی طرفی. چطور مگه؟ از گل نازک تر بگی میری زیر چرخای ماشی. شکر نشینه آدم کشتن با ماشین آخرش هم قتل غیر عمد حساب در میاد. تو چی هستی که داری نفهمید و قضاوت میکنی؟ یکی نیست رو ها بگه مرد حسابی من که جونت سیر با تو طرف شم چون جونمو خیلی دوست دارم. تو اینا باش یا خب و بلکن ایش روی همه به تو که گردن کلفت محله ای میگم که من کسی رو نکشتم اما شما ها داری وادارم میکنی که دست به کشتم بزنم. یه پاسبان صدا کنیم من که بخوام با کسی در بیفتم اینجوری رو در روش با میستم نه با چرخای ماشین حالیت شد؟ نکبر آدم خطرناکه مواظبش باشین. اینجوری که نمیشه مردم تامین ندارن. چرا ازایش کردم؟ دیدی دشمنو خفه میکرد؟ نمیگه اون قاتل نیست؟ چرا با چمچه آدم کشی آزادانه تو شهر رو کرده و همه رو تهدید کنه؟ یه دقیقه صبر کن صداش کنم بیاد از نزدیک ببینش. وجی خانوم وجی جون بله قدسی خانوم وجی جون یه تک بابی خونه ما کارت دارم الان میام چشم بودا جونم الان میادش خلاصه کمکش کن سوسن جون ثواب داره نمیدونی که دختر نازنینه اگه مدیر کابارو صداشو بپسنده کار تمومه حالا ببینیم نظر خودش چیه سلام سلام به روی ماهد وجی جون حالت چطوره قدسی خانم؟ الحمدلله بد نیستم تو چطوری مادر جون؟ حالا احوال ما که گفتن نداری دیگه داره کارت به استخونم میرسه ابا خانم جون حیف شما نیست که این حرفا رو میزنین با این صدایی که قدسی خانم تعریفشو میکنه چرا بد در بمونی؟ ای خانم خدا یه جو شانس بده صدا که برای من و بچه‌ام پول و زندگی نمیشه من بهت قول میدم اگه صاحب کابار صداتو بپسنده پول خوبی بهت میدم وجی جون سوسن خانم راست میگه حرفشو گوش کن ایوا خاک عالم مردم چه حرفایی که پشت سرم نزنن حرف مردمو برین زور وجی خانم اینم یه جور کار دیگه اگه بخوای هم میتونی نجیب باشی هم از صدات پول در بیاری حرفشو گوش کن این خودشم تو کاباره میرخصه به در همسایه بگو شبا میری تو مریضخونه کار میکنی خلاصه اگه خواستی کمکت میکنم Thank you.
خلاص شد. وجی تو موفق شدی، کارت گرفت، گریت واسه چیه؟ من میترسم از این کاری که میکنم، میترسم به خود من واسه این کارو ساخته نشدم. بچه نشو جونم، ببین مردم دارم واسه تو دست میزنم، از این شانس ها برای هیچ کی پیش نمیاد. تو سن نوبت تو رسیده، بیا برو رو سن. خیلی خوب، همین الان میام. گوش کن، من دارم میرم برنامه رو اجرا کنم، مدیر میخواد باید قرارداد امضا کنم، 500 تومن پیش قسط بده. از همین الان در رمت بروت واز شده، خوشگله. برو بری. آره، اینجور که بقالای محل و همسایه ها میگفتن تو این شهر هیچ فک و فامیل نداره، اما یه پسرمو داره که تو بوشهر کارگر اسکلس و سالی دو سه بار براشون نامه مینویسه. پس ماش این خانواده از کجا میگذره؟ البته هرون کس که دندان دهد نان دهد. میگن تازگی خانومه اسمش چیه؟ وجی، تو یه مریضخونه کار پیدا کردی، اولای شب میره دمدمای صبح برمیگرده. این خانواده احتیاج به کمک دارن، باس یه جوری بهشون رسوند. اما آدم های لجوجی هستن، از فکرشون یه رقم بیرون نمیرم. خب آقای کاتب، من میرم بلکه بتونم با زنه حرف بزنم. لازم هست که بنده هم در خدمت باشم. باز من یه جه خواستم برم، تو خودتو قاطی کردی. پس تا دم در شما رو مشویت میکنم. گروه کمن نانانی کمن دیگمان. اجازه صادر میفرمایید استراحت تکی بخونید. بله، بنده میخواهم شرطی رو که بستم به اثبات برسانم. سه بار خاک تو سره. بفرمایید داخل. توهین در مواقع لذت بردن جایز نیست. بفرمایید در بقلم همسرت. سنگینی، معلوم از درد جواره من به شما خوش میگذرد. ها پیاده شو بیداختم اون دادم. بگذار در را پیش کنم، گربه هرم پیش کنم، بعد خودمم چه کار کنم. الان این شرطبندی بزرگ را حضورتان معروض میداد. من که همیزم میگم نمیتونی. من خود را ساکو، من پایست.
آدم موبوره خیلی ممانه. نه جملگی رنگ و روغن است و غیه. راحت بشه اون با من ناراحت آخرش شناختمه. هیچ انتظار نداشتم اینجور جا پیدا کنم. دست از سرم بردار. میفهمی؟ برو پی کارت. وایسا بینم. همون اول باید میفهمیدم تو چجور زنی هستی. زنی که پاش تو اینجور کسافت خونه ها باز بشه، خب معلومه شوهرش دست به خودکشی میزنه و خودش رو جلوی چرخهای ماشین یه آدم بیخبر از همه جا میندازه. حالا قبول میکنی که شوهرت میخواسته خودشو بکشه و بی جهت گناهشو به گردن من انداختین؟ در واقع این تو هستی که اون مرد بیچاره رو سر به نیست کردی. از خدا بی خبر اینجوری بهم تهمت نزن. من سه شبه که پام به اینجا باز شده، اونم از روی احتیاج. میفهمی؟ از روی احتیاج. اگه راست میگی ریگی به کفشت نیست، پس چرا کمک های من قبول نکردی؟
من از روی بوجان میخواستم نون آور خونتون باشم. معلومه که نون تو از گلوی ما پایین نمیره، چه توقعی داری؟ میخوای خون شوهرمو بفروشم؟ اما تو داری شرفشو میفروشی. تو وادارم کردی که کارم به اینجا بکشی. از همون شبی که شوهرمو زیر چرخای ماشین فلیل کردی، راه اینجا رو جلوی پام گذاشتی. برو دیگه، نمک رو زخم دلم نریز، بذار به آتیشی که روشن کردی بسوزم. صبر کن، اون یارو مزاحمشه. شما صبر کنید، چی بریم؟ آره برو. دست از سرم بردو. اصلا حرف حساب تو چیه؟ حرف حساب من خیلی روشنه، اما تو اینقدر توپ پر کنی. حضرت آقا چرا ما زاد خانم میشه؟ ببخشین آقایون، من با این خانم کار دارم. چرا ببخشین؟ صبر کن ببینم. کار دارم با ما که فضولی شما ها. وایسا ببینم. آخه ما که ببخشین. بگی ببینم. مصلح. الورار. الورار. همه کارشیم ماشتری را همه ما درد آره گم شو سر یلان کیا میزنیم گم شو خیلی شدی اونجا چه کاره؟ چی شده؟ بادر چی شده بچی کار؟ تو ولگرد مزاهم ها شده الان میگیریمشون قربا بچی معذرت میخواهم که من برنده شدم کمر باری کمن آخ نیا نزدی کمن آخ طاقت ندارم دره ندارم خب بنده میمیشم با سلامتی پیروزی غیر مترقبه خودم و شکست ترقبار شما دو دو سه دو عزیزم دو سه باور بفرمایید بنده با دست خودم سخت بر دیوار که حالا که دوتاست حتما اشتباهی رخ داده بسیار خوب مجددا از اول مسابقه را شروع میکنیم ایوا طول پیروزی مجدد تا صبح وقت باقی آدم خان، آسر، شد آسره اومدم بابا، اومدم احمد خوب مواظب باش وقتی طرف ها اومدن تا پول نقد نگرفتی جنسه رو تعبیرشون ندیا نه دیگه، درسم و روونم خدافر خدا به همراه خدا به همراه، خوش اومدی بچه حاضر باشین حرکت میکنیم طرف ها رو بکشین را میافتیم بابا مدت هاست که قادر به تو توجهی نداره پری من عاشقت شدم بهت قول میدم از من خوشت بیاد برو کنار دست بکش گفتم برو پری باور کن راست میگم برو کنار یه مرد میخواد مردی که تو بغلش ملافه کرده اما بازم چشماتو بستی احمد من از چشمشم بیشتر دوستم تو دروغ میگی من حاضرم بهت ثابت کنم اون خاطر خواهی وجی شده تو دروغ میگی پری خیلی وقت چشم دنباله کنم به خدا دوستت دارم عاشقت شدم پری به مرگ مادرم عاشقت شدم خودی داره بس از موهار بده کمه باری آقای کاتس شد باشی رسید خواربارم اون کشتی هلفتی بله قربون الان از اونجا میایم برو که باید با مهارت انجام بدی در خدمت گذاری حاج برم برو الان میام کیه؟ مامان برو ببین کیه در میزنی خیلی خوب مامان جون وجی خودت برو ببین کیه اینقدر بچه رو نفرستم در از طرف پسرم ماشاءالله اومدم ایوا بگو بفرمین تو آقا بفرمین تو
سلام عرض میکنم. سلام آقا، خواهش میکنم بفرمایید. من دیشب از بوشهر وارد شدم و از طرف پسر عموجان ماشاءالله حامل پیام و هدیه هستم. خوش اومدین خونه خودتونه، بفرمایید تو اتاق. مزید تشکر. بفرمایید. اجازه بفرمایید عرسی ها را در بیارم به زیر بغل بگذارم. با اجازه. بفرمایید. دون اونجا. میکنم قربون. حدی که سلام، خوش اومدی. اجازه بدید خانم ببوسم. خجالتم ندید. حالم خود شما پاینده. ممنونم. الو. از طرف پسرم و ماشاءالله اومدن. بله بله. خب خوش آمدن. حال ماشاءالله خان چطوره؟ بسیار خوب، حالش از احوالش بهتر است. خب الحمدلله. در کمال سلامت و تندرستی به دعوگوی شما مشغول است و سلام بسیار میرساند. و نامه‌ای دادند که در هنگام حمل و نقل مفقود شد. اینک بنده اهم مطالب را به عرض خواهم رساند. البته مرا مورد عفو و بخشش قرار خواهند داد. خواهش میکنم. باری جناب مستطاب آقای کاتب که خود بنده باشم، از این پس ما بین بوشهر و آبادان متوالیان سفرهای کوتاه مدت پر منفعت خواهند کرد. می تواند ما بین بنده و شماها رابط باشند. نقطه سر سطر نکند تای سطر باشد. با اجازه سوادم را بیاویزم. رضا خواهشمند است بدون رو در بایستی از شیر مرغ گرفته تا جان آدمی زاد هرچی که لازم دارید شفاهن به ایشان بفرمایید تا کتبن ارسال گردد. نقطه سر سطر. باری از این به بعد نامه های خود را به توسط جناب آقای کاتب که بنده باشم ارسال فرمایید. نقطه سر سطر. بزید تشکر است. زیاده عرضی نیست، باقی بقایتان جانم فدایتان. نقطه امضا پسر عمویت ماشالله 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 شهرستان بوشهر مبرخه پنجه نه پنجه و یک. در زمن بفرمایید 500 تومان است. ایوا راضی به زحمتشون نبودیم. خب دیگر زمنان یک چمدان سوغاتی که محتوی اشیاء ناقابل است به توسط این جانب حضورتان تقدیم می گردد که امیدوار است مقبول طبعتان قرار بگیرد. اکنون اجازه صادر بفرمایید که با گشودن این چمدان در رحمت به روی شما بگشایم. این شلوار خدمت کربلایی و مابقی با احترامات فائقه نثار قدوم دختر عموجان بسیار عزیزم می گردد. خدا عمرش بده. ممنونم آقای کاتب جان. آقای کاتب ممنونم. مزید تشکر است. وقتی برگشتین از قول من خیلی سلام برسونین و بگین وجی گفت ممنونتم. برای حاضر کردن این پرونده 2 روز 2 تا کشتی رو معطل کردی. برو بابا راش بنده دیگه. سلام درود فراوان تو هم با خبرهای خوش و موفقیت آمیز. آه چه خبر؟ بگو ببینم چیکار کردی. واقعا احسن بر من و هزاران مرحبا بر من که چگونه وظیفم رو به نحو درخشانی به مرحله اجرا گذاشتی. اینقدر خود تعریف نکن. بگو ببینم چیکار کردی. والا حرف تو بزن جای شک شک کرده. چگونه بگویم و از کجایش بگویم؟ باور بفرمایید این زن و بچه و اون پیر مرد کربلایی پس از دریافت وجوه رایج و رخت و لباس روح تازه در وجودشان دمید. راستی بشیر خان نمانید این عمل خیر و خداپسانه شما چگونه خانه غمزده و بیروح آنها را به یک کانون خوشبختی مبدل ساخت. راستی رحمت برون شیری که شما خورده اید. بس که اهن و طلب میکنی یا آدم گیج میشه یادش میره چی میخواد بگه. اوناخ چی میخواستم بگم؟ خب شاید اینجوری بتونم دین خودم رو به این خانواده ادا کنم و از همه مهمتر شاید با این کمک رو بتونم اونو از اون کاباره لعنتی بیرون بکشم. بله قربان، هرچی زودتر بکشید بیرون. بالاخره یه جوری باید مجابش کنم.
جان پول پول آوردم می‌کنیم ها بچه عجب قطار بیشتر صدایی هم هست اتفاقی رخ داده است آقای کاتب تو منو دوست داری؟ چه سؤالیست معلومه که دوست دارم اگه منو دوست داری اونو بکش اون رو بکشم اون رو بکشم چرا بکشم ایشان که گناهی مرتکب نشده است میگم اونو بکش آخر بابای منو کشته پسر جون به تو دروغ گفتم من بابای تو رو نکشتم نه تو بابامو کشتی آقای کاتب بریم خونه مملو جان ایشان چیزی جز حقیقت نمیگویند باور کن شما را دوست دارم گوش کن عزیزم من تو رو دوست دارم شماها رو دوست دارم من میخوام بهتون کمک بکنم من از تو میترسم از تو بدم میاد فرمایید منو ببر خونه از شما که قول داده بودید نصایح بنده رو آویزه گوش خود کنید قبول کن که این آقا فکری جز همدردی و محبت نسبت به شما و خانواده شما ندارد بچه چرا چپ میزنید فایده ندارد برو دنبالش باز از ساعت بچه بایید بلایی و دخترم و یه مهرم بعد از سلام از اینکه مدت‌ها در نوشتن نامه تأخیر شد پوزش می‌طلبم الان مدت 3 ماه هست که من در بیمارستان بستری هستم و با اینکه وظیفه خود می‌دانستم پس از فوت شوهر دخترم ویم حتی المقدور مساعدتی به شما بکنم تا این لحظه توفیق حاصل نشد زیرا بی اندازه دست و بالم تنگ است بی اندازه دست و بالم تنگ است بوشهر ماشالله تکاری بکنی این دهانش گشاد می شود لازمش دارم یا پایین پشت گردنم را دوغ کردی؟ چقدر منو می کشی؟ بیا شخصا برو بالا زنگ را فشار بده
سلام. سلام و درود جهان آفرین بر شما و خانواده شما. مامان تو بدونی چقدر بازی کردیم؟ خیلی خوش گذشت، مگه نه آقای کاری؟ بله بله درست است. جای شما بسیار خالی بود. متشکرم، چرا نمی‌فرمایید؟ بسیار ممنونم، چون عازم بوشهر هستم. استدعا دارم بفرمایید چه چیزی لازم دارید تا به عرض پسر عموی عزیز تو برسانم. چیزی لازم نیست، خدا ایشالله که بیشتر بهشون بده. بفرمایید، ما دیگه چیزی لازم نداریم. بسیار خوب، پیغام شما را میرسانم. خود دانند و کرمشان. سایه عالی کم نشد، مرحمت شما جه، خدا حافظ شما. خوش اومدین. کمر باری که من، کمر باری که من، یو بنایی که من صلح و شفا بود. کمر باری که من، یو بنایی که من صلح و شفا بود. صلح و شفا بود، جفا دیدن دیدن. بلندش و برکتش از بین میره. بنش. هنوز شک نبردن که تو از طرف منی. سرور ارجمند، بنده مگر خامم که دزک به دست اونها بدم؟ جوی بسی تعجب است که جنابالی تا کنون به لیاقت و کفایت میزوی خودتون پی نبرده اید. بنده ی حقیر را به ظاهرم نگاه نکنی، این میزوی کوچک شما در زندگی تجربه بسیار آموخته و سری و گرمی کشیده است. پس از این بابت خیالتان کاملا آسوده باشد. من آنچنان نقش خودم را به نحو مطلوب اجرا کردم که صد سال دیگر هم آنها متوجه اصل قضیه نخواهد شد. بشیر خان، نمیدانید وقتی به خانهشان میروم و سوغاتی های سرکار را میدهم، آنها جز دعا و سلام به پسر عمویشان چیزی دیگری بر زبان نمی آورد. در این صورت هیچ وقت متوجه نخواهند شد که بنده از طرف شما مأموریت دارم. اینطور به من نگاه نکنید، دروغ به عرضتان نمی رسانم. باعث تعجب است که سرکار نمی خواهید به تردستی و کاردانی این میزای حقیق توجهی داشته باشید. حضرت عالی به چه نقطه خیره شده؟ مگر در گفته های من شک و تردیدی هست؟ تو چرا دست از سر ما ور نمیداری پسرموی مهربون؟ چرا نمیذاری به درد خودمون بمیریم؟ محض رضای خدا راحتمون بذار. دست خودم نیست، بعد از اون واقعه همش به زندگی شما فکر میکنم. آینده و سرنوشتتون یه دقیقه راحتم نمیذاره. مثلا با این حرفا میخوایی ثابت کنی که آدمی مثل تو قلب داره؟ یا میخوایی ما رو تو رودواسی بذاری که رضایت بدیم؟ ببین، درسته که روز اول برای رضایت گرفتن اومدم، اما حالا دیگه میخوام دلتون خوش کنم، میخوام به زندگیتون سر و سامون بدم، میخوام تو رو از اون کثافت خونه بکشم بیرون. حالا دیگه اینا رو میخوام، نه رضایت نامه. انگار یادت رفته که میونه ما و تو یه دریای خونه. تو قاتل شوهر منی، پدر بچه منو کشتی. چطور میخوایی واسه ماها دلسوزی بکنی؟ روزگار ما رو سیاه کردی و با دوز و کلک میخوایی رضایت نامه بگیری و خون اون مرد بدبخت رو پامال کنی؟ آه من دامنتو میگیره، دست از سرمون وردار. تو بعد جوری منو شناختی، اونی که تو فکر میکنی من نیستم. یه وضعی پیش اومده که من نمیتونم دفاعی از خودم بکنم، همه چیز بر علیه من گواهی میده. من اگه با شما هم دردی میکنم فقط به خاطر اینه که منم مثل شما تو این ماجرا رنج میبرم. میخوام با این عمل خودم راضی کنم. چرا نمیخوای بفهمی؟ خیلی خوبم میفهمم. یه دفعه که گفتم به کمک و همدردی شما هیچ احتیاجی ندارم. من نمیخوام شکممون با پول خون شوهرم سیر بشه. پول و تمام چیزایی که فرستاده بودی واسات پس میفرستم تا دیگه زیر دینت نباشم.
اگه 2000 تومن به من قرض بده. 2000 تومن قرض؟ البته که میده. اما نگفتی واسه چی میخواد؟ راستش یارو به اسم پسرعموم خورد خورد تو این 2 ماهه 2000 تومن واسم فرستادی. حالا که فهمیدم کار اونه، میخوام برم پسش بدم. بنازم به خودم که از همون اول دستتو خوندم بجی جونم. غلط نکرده باشم تو داری خاطرخواه یارو میشی. الانم میخوای به بونه پس دادن پول سر وقتش بری ببینی چرا امشب نیومدی. مخصوصا تو داری اشتباه میکنی. من زنی که به هیچ صراطی مستقیم نی، هر چی زبون میندازم انگار نه انگار. راستی شنیدم همان زیفه چه نام دارد و جیه خانم پایش به کافه و کاباره باز شده است. بیشتر ناراحتی های من همینه، تفلک با اون آب و رنگی که داره میترسم از دست بره. بشیر خان، گرچه بنده غلط میکنم به بزرگتر از خود پند و اندرز بدهم، اما عقیده بندم که جهت آرامش روح و خاطرتان به مقدار کافی الکوجات مصرف بفرمایید و تو من در التزام رکاب شما هستم، نگران نباشید. اگر مست و منگول شد بنده زیر بغلتان رو گرفته و شما را به منزل خواهم رساند. خاطرتان جمع باشد. به سلامتی آن سرور ارجمند. سلامتی. سب کن تا هم بیایم شما را به در خانه برسانم. یه گیلاس یردیم بخوریم مزدی از بکرد میپرد اون وقت من که میگویم. اون بالا رفتی چی کار؟ آقای بشیر خان، یه گلاس دیگر اگر بزنیم اون وقت مستی از کلت میفرد. بده من اون گالون بنزینه. بنزین خدا؟ مست یه قطرشو بخوری علاو میگیری بند خدا. سر بنزین بنمایی کامن بیایم پایین. ما رو بگو که میخواستیم عقلمونه به این دست این. آخ خشتکم گر موجر شد. نگاه این چجور اومدن پایینه. قدری خواست کنم تا من زیر بقل شما رو بگیرم. بله خب لازم نکرد. من به شما قول دارم. آه مست روی من شو ما رو به در خانه رو پاد وایسا. رو پاد وایسا زیادی هم یک زیاد نگو. به دیوار تکیه میدهی دست جبان را بگیرم. آسمان هم آه وایسا این دیگه آروم باش. اشرت خانم خانم را چکار؟ اشرت خانم ایال من چکار؟ آروم من خودم کمکتان می نمایم که یه توس. اشرت خانم سلام بابا سلام. شوهرت مست کرد. چیزی نیست بابا نکن. ببر بخوام اونش صبح حالش جا میاد. زیادی عرق خورده. مواظبش. آقای کنترل چی کجا؟ به نظرم رفت طرف نخلستون. من همیشه شکرگزار تو بودم، همیشه قلبم متوجه تو بوده. میدونم که تو همه جا هستی و از همه چیز باخبری. میدونی که من بیگناهم. خدایا من تو این سقف خونه کوچیکت عظمت و بزرگی تو رو حس میکنم. از تو میخوام که بیگناهی من ثابت بشه. من مستحق این سرنوشت و تغییر نبودم. در هر حال توکلم به توه. به تو پناه میبرم. آه.
چی میخوای؟ اومدم پولاتو بهت پس بدم. دیگه واقعا داری شورشو در میری؟ دیروز تا حالا دیگه تقریبم نمی کنی؟ خسته شدی؟ کم کم دارم فکر میکنم تو آدم خوبی هستی. هرچی پیش اومده تقدیر بوده. همینطوره. تقدیر شومی که هم زندگی شما رو از هم پاشید، هم روح منو کشت. قبول میکنم. تو آدم پاکی هستی. میدونی؟ گرچه برای ما یه دشمن به حساب میمدی، ولی سایه تو رو زندگی ما افتاده بود. خلاصه بهت عادت کردم. نمیدونم از تو بدم میاد یا هرچی هست که من خودمو در مقابل تو زندگی مسئول میدونم. برای همینه که دورا دور نگران تو زندگیت هستم. اسم و رسم خانواده شما جلوشو بگیرین. نهزه بگیرین یه موقع. سلام.
تبلایی، ما دیگه زحمت رو کم میکنیم. خداحافظ شما. خداحافظ. چی؟ شما چتونی؟ حیف تو بچی. کربلایی حرف بزن. این یارو قادره چی بهتون گفته که تو هم رفتی؟ تو با اون آدم کش چه سر و سری داری؟ ای والا دست درد نکنه بچی. رفتی با یارو قاتل خونی شوهرت رو هم ریختی، توف برود بیاد گیس بریده. از غضب خدا، از آتش جهنم بترس. آخه این چه کاری بود که کردی؟ اجازه بدین منم حرف بزنم. قادر، من تو کافه واسه خودم کلی اسم و رسم داشتم و یه عالمه درآمد، اما به خاطر تو به همه چی پشت پا زدم، اومدم و نشستم. اما تو چی؟ الان یکی دیگه واسه خودت زیر سر گذاشتی؟ این تویی که گلوت پیش وجی گیر کرده. دستتو بکش. این حرف را کی یادت داده با من؟ اگه به تو مربوط نیست. حالیت با احمد و احمیزی؟ نمش با حالیت بکنم. چطوری احمد؟ سام قادر خان، شما کی اومدی؟ در نبودن من چه خبرهای شده؟ خبر مهمی نشد، جنسا رو راحت تحویل دادن. تو بر من خیلی زحمت میکشی. من کمتر وقت کردم از زحمتهای تو تشکر کنم و یا حداقل پاداشی بهت بدم. خوبه؟ خوبه. بشین. چیه؟ امروز خلقت تنگی؟ چیزی نیست، همینطوری. حرف بزن باجی، بگو ببینم چی شده. قادر رو میشناسی؟ قادر؟ آره میشناسمش. چطور؟ قادر از دوستی من و تو خبردار شده، میخواد رسوامون کنه. دیروز وقتی من خونه نبودم اومده بود اونجا و همه چیز به کربلایی گفته بود. نمیدونی وقتی پامو تو خونه گذاشتم چه قشقرقی بپاشه. یه طرف کربلایی نره میکشید، یه طرفم ممل گریه میکرد. این مردک از جون ما چی میخواد؟ اصلا اون چرا پاشو تو این ماجرا پیش کشیده؟ هیچ سر در نمیارم. قادر چرا برای شما دلسوزی میکنه؟ نمیدونم. آمدی با تو هم چی کارش داری بچه رو؟ ناراحتش نکن، بذار بیاد جلو. ماما بیا عزیزم. نمیام، من از شماها بدم میاد. ماما بایسا، برم دنبالش، میترسم یه برای سر خودش بیاره. چهت شده ماما؟ چی کار میخوای بکنی اخو؟ بلم کن دلم، من از تو بدم میاد. نه گوش کن مامال کو، گوش کن. مامال گوش کن ببین چی میگم. بابای منو کشتی. ببین مامال جون، گفتم بلم کن،
پسرم یه دقیقه آروم بگیر. امل جون آخه تو چت شده؟ گوش کن ببین چی میگم. گوش کن. من اون آقا تو رو دوست داریم. نمیخوایم تو ناراحت بشی. ایلم کن. من از تو بدم میاد. من از هر دو تو بدم میاد. ایلم کن بیام. برو گم شو. ایلم کن. من تو رو میپرستم ماما. هرچی تو بخوای من همون کارو میکنم. بهت قول میدم. اگه منو دوست داری بگو این آقای زود از اینجا بره. من ازش بدم میاد. چرا این حرفو میزنی ممل؟ بشیر خان تو رو خیلی دوست داره. اون بابای منو کشته. چجوری منو دوست داره؟ گفتم که ازش بدم میاد. بگو از اینجا بره. اون بابای منو کشته. نمیخوام اونو ببینم. میبینی؟ به این بچه حالی کردن که تو باباشو کشتی. از تو بدش میاد. باید به من فرصت بدی که بهش بفهمم. تو میدونی که من چقدر بهت علاقه دارم. ولی خب اونم بچه‌مه. نمیتونم ولش کنم. نمیدونم. خواهش میکنم منو آزاد بذار. بذار دنبال سرنوشت خودم برم. بشیر، من ناچارم بین ممل و تو ممل رو انتخاب کنم. اونجا منزل بشیر خانه. زیاد وقتتون رو نمیگیرم. خب بفرمایید. من اومدم یه حقیقتی رو با شما در میون بذارم. یه موضوعی که با زندگیتون بستگی داره. این چه موضوعیه که با زندگی ما بستگی داره؟ خواهش میکنم حرف بزنیم، باید جالب باشه. من از همه چی با خبرم. سه ماهی که زندگی شما زیر و رو شده. شما رو به اتهام یه تصادف تو هچل انداختن. و حتی میدونم وجدانتون از این بابت عذاب میکشه، در حالی که اون مرد قبلا کشته شده بود و بعد زیر ماشین شما انداختنش. کی؟ اونو قبلا کی کشته بوده؟ حرف بزن. راستش اون شب بعد از اینکه قادر تمام پولاشو به حبیب با خیلی پکر شده بود، طوری که نمیشد باش حتی یک کلمه حرف زد. از عصبانیت به خودش میپیچید. یه مرتبه رو به من کرد و گفت پری، میدونم چجوری پولامو از حبیب پس بگیرم. چیه؟ چی شده؟ پولا رو رد کن بیاد. نامرد بی شرف. نامرد تویی که برنده شدی پاشدی دری. Thank you.
مرده؟ زن نفوس بد نزن. بیا نگاش کن. مرده. حالا چی کار کنیم؟ باسا اینجا ببریمش. کجا؟ هر جا که بشه گم و گورش کرد. بدون جلو رو مواظب باش. خبری نیست. برون پشت. قادر بعد از کشتن حبیب یه حالت جنون بهش دست داده بود، ولی با کشتن بردستش احمد الان دیگه حسابی دیوونه شده. حتی قصد جون منم کرده و امروز که مدت‌ها از این جریان میگذره تصمیم گرفتم خودم از این دردسر خلاص کنم. حتی قبل از اینکه بیام اینجا رفتم به پلیس خبر دادم. بریم پای میرم. سه نفرتون با من بیان، سه نفرتون رو بازون دارم. بله قربان. حواستونو خیلی جمع کنید. اطاعت قربان. بریم اینا. قاعده خان! بیا کنار بینا. اون زیر چیه؟ باره صحب کن. تو انبارم بگرم. بلاخره پیداش میکنی. بیا بابا کمک کن. چند دقیقه پیش اینجا نشسته بود تو لنج. ممکنه رفته تو موتورخونه. حواستون رو خوب جمع کنین. تمام گوشه کنارا رو بگیر. برو اونارو بگیر. بله قربان. ناخر پیداش نیست. اونها اونها Thank you.
کی بود؟ هی بچه برید از اینجا گم شید یلا باشی؟ گفتم از اینجا برید گم شید تخم جنا بچه پای پای یاد زنه رو سرش یلا فرار کنی بدبخت خودتو با پای خودتو برد اینجا بالاخره بوی خون کشیده اینجا همون جایی که اون بیچاره کشتی بی بیرون چی داره میگه تو کی هستی؟ منو نمیشناسی نه؟ بی بیرون تو آلیت کنم من کلی کفاره گناهتو به دوش کشیدم نامات چی داری حرف میزنی؟ بوره اینجا ویله کاری میکنم که پشمون بشی بی شرف تو بودی که حبیب کشتی و زیر ماشین من انداختیش تو نامرد برو میکشم آبیداره کنم الله دردی برو ببینم وجه برو منم اومده جو برو بریم کمر بوری کمر بیا جار رو برو ده ساکه کی باشه میگه یا نه برو با حرفت میارم حرفت هم بگو که خون خوشتی یکیان دیگه میگم یالا حرف بزن ناکم اومد خیلی خوب میگم من اونو کشته کیو کشتی؟ اسمشو بیا تو همه بدونن یالا نه من حبیب الله رو کشتم من حبیب الله رو کشتمش بگو چرا کشتیش؟ چجوری کشتیش؟ یالا حرف بزن تو قمار پولای منو بود دنبالش رفتم پولامو پس بگیرم بینمون دعوا شد وسط دعوا افتاد و مرد نمیخواستم اونو بکشم به خدا نمیخواستم بکشم بگو بگو بعد با اون چی کار کردی یا نه جنازه اون رو دستم مونده بود مخم کار نمی کرد نمیدونستم چی کار کنم آوردمش لب جاده برشی آوردیش لب جاده برشی آوردیش حرف بزن اول میخواستم از جاده بگذرم و برم تو نخلستون لب شهر ولی چراغای یه ماشین
که از دور پیدا شد فکرم رو عوض کرد. مجبور شدم تو تاریکی شب بندازم یک جلو اون ماشی. پس اول کشتیش و بعد انداختیش جلوی چرخای ماشین من. آره؟ خداوندی خدا نمیخواستم بکشمش. نمیخواستم، نمیخواستم، نمیخواستم بکشمش، نمیخواستم، نمیخواستم. تفسیره کنید، ببرید تو ماشین، مردم رو تبرک کنید. Oh,